چطوری بچه ها؟ آقا امروز هم حاضر میشم برای یه سورپرایز خیلی خفن، نه سورپرایز با گل و شیرینی و این چیزا. قرار خانم اکبری رو توی فرودگاه، جایی که اصلا انتظارشو نداره، سورپرایزش کنم و یهو جلوش ظاهر بشم. دو ماه خورده یه همدیگر رو ندیدیم، به خاطر یه سری کاری اداری من نمیتونستم برم پیشش، ولی به خاطر همون داستاناش که داره میره ارمنستان، خودم بلیتشو براش گفتم بگیرم، گفتم بهش خودم بعد بلیتو میگیرم و کارتو انجام میدم که در جریان باشم. بلیتشو خودم گرفتم، واسه خودم هم یه بلیت گرفتم که از تو همون پرواز سر در بیارم. یهو قراره الان من دارم میرم، خودش نمیدونه قراره برم و جایی که اصلا انتظارش نداره تو فرودگاه پیداش کنم و یهو جلوش ظاهر بشم و بشه سورپرایز امسال که عید و پیشش باشم و سال تحویل و کنار آج خانم باشم. حاضر شدم، مسئله رو جمع کردم، یه دو سه ساعت دیگه هم پرواز، بریم تا بقیه داستان. با ما راه افتادیم با یه لیوان کافی حرفه‌ای، پارسا رو داریم این بر داره همراهی میکنه تا فرودگاه. و اینکه حالا دیگه ذره قیافه هم پف کرده سر صورتم. دیشب حالا یکی از دوستان خیلی بد شده بود، رفتیم بیمارستان، تا نصف شب بیمارستان بودم دیگه، اونجا رو اصلا نگرفتم که وای به بعد وارد بلاک نشه و خواستم نجریان باشید کلا. تا نصف شب بیدار بودم و یه دو سه ساعت سه چهار ساعت بیشتر نخوابیدم. داریم میریم سمت فرودگاه، دو ساعت دیگه پروازه، امیدوارم دیگه نرسیم. همیشه من دیگه میرسم پروازا رو نمیدونم چرا، یعنی خوشم میاد همه کارام همیشه لحظه آخریه و همه رو انجام میدم. حالا از امروز از پرواز جایی بودم دوربین اومدم صبح بردارم یه هایی با سپایی و هنگلستانه، یه وقت اونجا لازم اون میشه. بعد دیدم کارتشو پیدا نمی کنم، استی کارتشو. حالا الان تا پارسا بره بنزین بزنه من اومدم یه استی کارت اینجا ببینم پیدا میکنم بخرم و همین جوری هم به تایم پرواز نزدیک میشه. آقا سردتر از اون چیزیه که اسم میکردم، فکرم این پافه بنفشه قراره همه رو داشته باشه، ولی مثل این که قراره یه سرما ریزی بخورم. من کلن از این کشور میرم بیرون سرما میکنم تو چهار روز اول هر جا برم. بسی خارجی هم آدم کردم بابا همه. رسیدیم فرودگاه، بریم تو چکی میکنو این داستان رو بکنیم. اون فرودگاه همیشه یه نیست زر فرودگاهش این شخص بودتره، پروازش رو مترانزیت بود، این ایلاین رو اونجا همون همیشه یه نداشت. و اینکه هم یه ساعت بوده دیگه هم بروازه، کاملا ریلکس و آروم با آرامش کامل با سید بزرگوار داریم میریم به سمت هواپیما تیاره. آقا یه سیستم جدیدی اینو زدن توی فرودگاه ها، چون تا الان آب با یا هر کدوم مثلا لیکوید و نمیدونم کرم و اینداستان ها، البته کرم و لوازم آرایشی مثلا زیر صدیار هم اوکی بود، بالای صدیار یا هر گونه لیکویدی، آبی، نوشابه، هر چیزی، نوشیدنی نمیشد بردش توی هواپیما. اینجا که چمدونا رو میذاری اسکن میکنی میری تو چکت میکنن، نمیشد لیکویدو برد تو. ولی گفت جدیدن یه سیستمی داریم میزنیم که لیکویدم بشه برد تو. نمیدونم حالا چقدر مردم واسه شون چه سیستمی بوده، گفتم به شما هم در جریان باشید که از این به بعد میتونید با خودتون نوشیدنی ببرید توی هواپیما، نگران نباشید دیگه. فش جدا بود، اون بر واسه معمولی ها بود، این من واسه کسایی که لیکوید دارن امتحانیه، یعنی تازه زدن مردم هم امتحان میکنن، قراره ببینن چجوری پیش میره که اینم رسمیش کنن ببرن اون برگرن. جزء دانستنی ها و درس های این ولاگی با گیت و اشتباه رفتم، به جای گیت هفت رفتم 17، یه بودی دیدم هیچی اونجا نیست، دیدم دیگه بودم میگفتم تمام پلن ها و سورپرایز هایی که چیده بودم همش پاسی دو هوا. یارو بیتو نشون دادم، میگم که پرواز داشتم نیست، اونم نمیگه بلیتت بده چک کنم، میگه حتما میسش کردی. میگم یعنی چی؟ بگوی بلیت همون نگاه کن، بعد میگه هفته نه هیفته. نمای بیرون فرودگاه خیلی خلوت داره این و نسبت به اون فرودگاه همیشه یکی میرم کلن در نفر بیشن نیستم، اونا فکر کنم
سیانه شب آن دارم میاد. باز قرار مقصد اولش استانبول باشه و از استانبول ترانزیتش قرار به ارمنستان باشه. بلیط رکسانا رو داشتم براش میگرفتم، خب از استانبول پرواز مستقیم به ارمنستانه. واسه خودم یه بلیط پیدا کردم که توی همون پرواز باشه ترانزیت من. یعنی چی؟ یعنی تو پرواز استانبول ارمنستان با هم باشیم. حالا شانس بیاریم صندلیامون کنار هم افتاده باشه. موقعی که من اومدم الان اینجا روی صندلی رو بگم بغل هم بندازه، گفتش که هنوز پرواز دوم رو چکین نکردن. خب منم که نمیتونم بهش بگم برو پرواز رو چکین کنی که صندلیامون بیفته بغل هم. نمیدونه که واسه همین نمیدونم اونو باید چه حرکت زدی و من ته هواپیما نباشم، رکسانا سر هواپیما باشه. انشالله که یا اگرم پایین و بالا باشه انشالله بشه که جا به جا کرد و بشینیم بغل هم. یه سفره هفتینه باحال، خیلی کیوت بود، ریز ریز گرفتم که اونجا با خودمون سالو بتحمیم. با ما همراه باشیم. سوار شدم، بعد یکم پیشی و تصویری بهم زنگ زد، گفت صحبت کنیم این داستان ها. پیچوندمش گفتم دارم با بابامینا میرم از ذره خرید و این داستان. 4 ساعت پروازه، یه 3 ساعتی ترانزیت داره توی استانبول باشه، ولی خب تو 3 ساعت طبیعتا پیداش میکنم. حالا ما میگیم 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه بلند برسم بهش. اگه بتونم بپیچونمش توی 5-6 ساعت یا مثلا زنگ نزنه یا تصویری نگیره خوبه، وگرنه که کل داستان به چپ میگه. آقا یه 3 ساعت خوردهی گذشت، طبق معمولی چورتی زدم و یه 30-40 دقیقه فکرم مونده باشه تا برسیم. حالا توی مدت هم که گوشیم طبیعتا ریپلی مود بودش، خدا کنه زنگ نزده باشه، وگرنه برم پایین روشن کنم این چی دیگه شروع چی کجا بود یا این داستانا. یه پیچوندنش با خداست. حالا این یه طرف خیلی اتفاقی بغل دست هم یه بند خدایی نشسته بودش، یعنی الان نشسته که ایشون هم داره میره ایران، ولی خب داره خانواده رو سورپرایز میکنه. بهم گفتش که کسی خبر نداره، با داداش هم هماهنگ کردم دارم میرم ایران خانواده رو سورپرایز کنم. گفتم منم دارم سورپرایز کنم، فکر کنم کلن پگاسوس داره همه رو میبره سپرایز کنم. بهش پرسیدم گفتم نشونت بدم به بچه هم سلام به همه برسیم سلام. داشتمون داره میره سپرایز کنه، حالا این بری بقیل دستیمون یه نمیدونم خواهد سپرایز کنه. من که اومدم واسه تو تعریف کنم از صندلی های پگاسوس. اولین باره با پگاسوس من دارم سفر میکنم. همیشه دیدید یا با بیرگیش ایبریز بود یا با این تویش ایلان. اومدم میگم عجب صندلی های بزرگی داره، چقدر جا داره دیگه، پاهم رو صندلی جلویی نیست. بعد فهمیدم چون بغل فایر اگزیته این صندلی ها بزرگی و نتیجه میگیریم اصلا به درد نمیخوره با پگاسوس سفر نکنید، چون اگه این صندلیش نبود اینجوری هم تمیز نیست هم شل دیگه کردن هواپ ماشین. نمیدونم چرا یه جوری در جریان باشه. من رسیدم استانبول و از اینجا قرار پرواز ترانزیت داشته باشه و اینکه پرواز استانبول به ارمنستان رکسانا یا همون پرواز جفتمون حدوداً یه 4 ساعت دیگه است، ولی خب معمولا 3 ساعت بعد پیش میاد فرودگاه دیالام. بگیم 2 ساعت بگیم دیگه یه نیم ساعت 45 دقیقه دیگه من باید آماده باشم. هنوز هم اینترنت هم روشن نکردم ببینم چقدر زنگ نکرده، 100% پاره کرده واتساپ رو. برم توی فرودگاه ببینم چی میشه دیگه. خیلی دوست داشتم یه پرانکی انجام بدم مثلا بترسونمش یه ذره. رفتم به این پلیسا گفتم که وقتی میاد تو اصلا یه دونه گیت فقط چک میکنن. گفتم وقتی میاد تو بیایید مثلا منو بگیرید یه جرمی که مثلا بترسه بکسن بگیرم. بعد گفت متاسفانه همچین کاری ما نمیتونیم بکنیم، ولی اگه انجام میدادن خیلی فان میشد. اون میسکالا رو ندادم چون میدونم گوشی رو باز کردم دیدم 12 تا میسکالا رو فرده. اول میسکالا رو ندادم چون میدونم اگه بدم نمیشه پیشون بشیگه، ولی اگه جواب ندم
هر فکری میکنه جز اینکه من الان باشده باشم آمده باشم استانبول که باش برم ارمنستان. یه لوکیشن خفن پیدا کردم، تو فقط یه دونه که استوری گفتم بهتون از این بالا بذارتون نشون بدم. عقاب وایسادم این بالا یکی یکی هر چی میاد رو آنالیز میکنم ببینم اونو یا نه. هم یه حس هیجانیه، هم یه حس استرس، یعنی من چرا، و هم اون حس دلتنگی هست که باعث هیجانی میشه. البته مثلا میدونم با هم اونقدی فاصله نداره اون برا، ولی مثلا منتظرم بیاد. هم چقدر شده؟ دو ماه خورده شده نگارش. و آره دیگه، اگه خبر داشته باشید از دل بنده میدونید من چی میگم. واو آقا پیداش کردم، بابونش بشم باشه تو صفحه زده بذاره اتون کنم این آشت بس چون بدم آمادشم که الان بیاد. آقا به رفیقم گفتم و بالا فیلم بگیره، اون بالا بایستاده، من آمدم پایین از پشت دیو برم بسیش. هیجانی دارم داشتمون رو داریم اون بالا آمده برایتون یادت خوشت پیداش کردم. چه اتفاق جالبی دیدمش دارم یاد سب کنم. از اینجا الان باید یاد بچه بکنم. دوست داره که حاضره باسن بمیره میشه تم تا آخرش. خوب میدونی سرم بره بلم نمیره مثل منه، اونقدر دوست داره که حاضره باسن بمیره میشه تام تا آخرش. خوب میدونی سرم بره دولم نمیره. یه غذا بگیریم ذره جون بگیریم، پروازمون یه دو ساعت خورده دیگه است. Son çağrı ve Kasım Sabayoları FC 7256. Şunu basayım beyim. Daryo benim tu gate'imi. Daryo benim tu gate'imi. Nayay tu gate'imi. منتظریم چکینش باز شه بریم تو. خدا کنه که صندلی‌ها رو بتونیم اوکی کنیم. صندلی ما 30، صندلی خانم اکبری 21. حالا ببینیم چه ها میشه که اگر نشه خیلی بد میشه. گفتم میخوام گریه میکنم، میرم به خلبان میگم من از اینجا خودم رو پرت میکنم پایین. نه میشه شما میشه. من اگه خبر داشتم که خوشگلم داره میاد صندلی من اگر با تو اوکی میکردم دیگه. منم اگه میتونستم بهت بگم صندلی همون رو اوکی میکنم. چه جدی نه البته خیلی بامزه بود، دیدم تو خودم اینجوری شدم. آره یه نزیم عینک ها با یه نزیم سیگار ها که میاره کم بشم بزاش کشم از این کارو بازم بکن دیگه عادت کرد. هر روز میگه آره سفر الان میاد چیزی
بیارم بهتون بگم. یادتونه تو ولایی که واسه سکر کالو خریده بودم گفته بودم که اومدم که بفرستم واسه از استانبول به لندن، بعد که نتونستم بفرستم، خیلی هزینه زیاد بود، دیدم کلی داستان خورده بودم و اینا. بعد بهتون گفتم که میخوام کادوشو ببرم یه کشور دیگه که میخوام برم از اونجا بفرستم که همه چی اوکی تره و اینا. یادتونه و الان تو چمدونم کادو هیچ وقت دیدم که برم بفرستم، دیدم به خودش سفاید کادو خودت که داشت نمیدید چیه الان این بقیل بوده. والا من که دارم میبینم پاکت لیویتون این بقله، 3-4 جعبه مختلف گرفتم دستم، دارم رد میدم، یه دونه لیویتونه، یه دونه نمیدونم مشنباه، یه دونه هم یه جعبه دیگه هست و خب من کادتون نمیبینم، حداقل کمتر زرش میکشم، ولی تو جلو چشیده چند تا بگ مختلف، چند تا بگ مختلف گذاشتم بغل هم دیگه. تو چمدونم چون جا نمیشد، میدونستم با خودم بیارم ضایع میشه کار، چند تا بگ مختلف آوردم، بالا میره پایین میاد، تو رو خدا ببینم اینو بازش کن، باز کن ببینم، نه بعد از سال تحویلش هم سنگلی ها رو اوکی کرد. بسم خوشحالی؟ چون passengers are requested to proceed to gate number 504. اولین پرواز دو تایمون رو خوش اومد میگم به خودمون شما. آره عشقشم. و اینکه سفر خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. یک رو به دیگه چیه؟ سال تحویل امساله، ما هم رو هواییم، ما هم رو هواییم. اون صفر هفتین ریزی که گفتم بهتون گرفتم هم این بالا قرار سال تحویل رو با یه هفتین خیلی دومی روی هوا سیل کنیم. ما هفتین اومدم سراغ بدشتم برم همه از این بالا بازش میکنم مثلا بلندش نیاره، بیارم بلندش مونم بیارم میزارم اینجا سالو به تحویل. امسال قراره کلن پرواز کنیم شم سال تحویل رو هوایی بخوام نفهم هم میکنم، من که رو هوا کلن با هم دیگه میریم رو هوا. عجب سال تحویلی هفت سینه مون داره حالا اینکلی باز کنم هم پیمان در حال پرواز و چه سال تحویلی. الان اینا میگن تناقضه چیه این خدا قیمتش هم اینجا 15 پونده. چطور تو هم میشه؟ 15 پوند چیز آره سرسی 60 تومن 600 تومن نه آبا من شما 300 900 تومن 900 هزار تومن جدی؟ خب سی رو سما آزنجه دا سکی و انجنه سرا آقای هکبری و خانم هکبری و حالا یه توانش هم خدا درکت نه نه بایست هم میگه حساب کتاب باید میکنم بفهم ساعت چند شد؟ یه پنج دقیقه نه دو دقیقه مونده 24 هست نه 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 پشتی خونمون اینم توی منم. البته این پشتی نیست، متکاه. آخه. نه از این متکاه من دوست داشتم، یه دونه بچه‌ام داشتم اینجوری. تو داشتی؟ با بزرگا دارم. منم داشتم متأسفانه بچه‌ای. خیلی هم کردم باش. کیتی. بچه‌ شد؟ بچه‌ مرسی. بچه‌ شد بچه‌ام. خب ما بریم یه دیگه یک دقیقه فرده دیگه. صورت سپرم باز میکنه، بیار با نمونه 23 یه نمونه بچه ها ساخلی خفنی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم کنار کسایی که دوستشون دارید باشین، اگه نیستید توی سال جدید کنارشون باشید و اینکه همین دیگه قدر سلامتیتون رو بدونید، قدر خانوادتون و اطرافیانتون رو بدونید، قدر منم بدونید، قدر کیمت رو بدونید، قدر همه قدر هم دیگر رو بدونید. چند تو ساعت؟ چند سال عالی داشته باشید 12 و 23 تو باشه از این سپرایز ها شعره خفن 24
سال 1402 مبارد یه اون بردش داد تنها با یه اون بردش خیلی اون بردش داد یه اون بردش شما میکردم شالوی نشوا میکردم بخوام قبلی که بگم شما میکردم به خانواده همون هم تبریک بگیم سال جدید رو همشون تک تک زیاد هم بخوام یکی بگیم تک تک اعضای خانواده همون سال نو مبارکشون باشه و انشالله سال دیگه همون دور همین باید عیدی میمونم بدونم بدشم اولا تبرکه چه نایی بود؟ من پوند میخواستم بلد چی بود؟ منم کش دارم عیدی میدم یه دونه در بوندی کشتم چون ده بوندم بشم مامون تبرک بودن شغل رو بشم بشم چقدر؟ باشی یه دونه همه چه بسه خیلی مبارک باشه بچه ها سال خیلی خوبی داشته باشید بشم مهم اون شعور ایشه بیاد بوده ایشه بوده که فیلم هم مال تو بشم با همه کارتون رمزاش با همه کارتون رمزاش بشم هزینه ها تو همه اومده ایش فهم آره دیگه خیلی مبارک باشه سال جدیدتون الان هم که دیگه داریم میریم و بعدش هم میرسیم و فکر کنم بلاگ همیشه تمام میشه شده ولاگم همیشه تموم میشه کادوها رو ولاگ بعدی من حرف میزدم ایشون یه قدر شده هم چرا کادوها رو توی ولاگ بعدی میبینید جایی که میریم و روم تورش رو توی ولاگ عیال میبینید با کادوهی که ایشون قرار من بده نمیدم کجا بودشون بدم هم که مثل همیشه جا نگیشم به سندگی ها مواظب زیبایتون باشید سال دیگه میبینم اتون خدا بس دست و بعد آمد شد نشستیم یعنی رسیدیم ارمنستان رو بریم ببینیم ارمنستان چه خبره دیگه ادامه داستان رو منتظرش باشید برای بار هفتم خدافظ.